با درود محضر شما بینندگان عزیز و همیهنان هماره همراه ایران فردا در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی را می گوشه با برگ تازه از صفحه یک و با گزیده‌های از اهم مطالب منتشره در روزنامه های ایران نخواست به روال معمول همه شب مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب ادامه بیم امید در روند نهایی توافق هستهای برجام با تازه ترین مخالف خانی های برخی از کنگره نشینان آمریکا I fear that many of my Republican colleagues do not understand that war must be a last resort, not the first resort. It is easy to go to war. It is not so easy to fully comprehend the unintended consequences of that war. انتشار هواشی ماجراهای پناهجویان آواره در مجارستان، دانمارک، آلمان، و همینطور باستاب گسترده اظهارات آیت الله علی خامنه در نقد به حسن روحانی، آمریکا گریزی و اسرائیل ستیزی همزمان با دفاع غیر منتظرش از نظارت استثبابی شورای نگهبان اهم مطالب و اخبار برگزیده امشب پنجشنبه شنبه 19 شهری بر ماه برابر با دهم سپتامبر 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش نخست با مروری کوتاه به چند خبر کوتاه برنامه رو پی خواهیم گرفت Those things that are just national policy and what has changed. Nothing's really changed except Hillary Clinton back then. She insisted that Iran is seeking nukes, but now she says, eh, that's okay. She spins faster than one of those thousands of Iranian centrifuges. The blood of U.S. soldiers is on the Iowa's hands, and we dare. شماری از مخالفان توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران در واشنگتن پایتخت آمریکا تجمع کردند تجمع مخالفان توافق ای در حالی صورت میگیرد که تقریبا به طور قطع راهی برای جلوگیری از تصویب نهایی آن در آمریکا وجود ندارد تا کنون 42 سناتور اعلام کردند که به این توافق رأی مثبت خواهند داد و به این ترتیب در صورت رد توافق در کنگره باراک اوباما رئیس جمهوری آرای لازم را برای وتوی تصمیم کنگره خواهد داشت با این حال تد کروز و دونالد ترامپ دو نفر از چهره هایی که میخواهند نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 باشند در جمع مخالفان توافق حاضر شده و علیه آن سخن گفتند. my have i so incompetently negotiated as our deal with Iran. دونالد ترامپ درباره توافق هسته صورت گرفته میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای طرف مذاکره گفت تا به حال ندیدم که درباره چیزی اینقدر ناقص مذاکره شود هرگز چنین چیزی ندیدم تد کروز هم گفت که اگر کنگره توافق را تایید کند ممکن است ایران به تسلیحاتی دست یابد که جان میلیون ها نفر را به خطر می اندازد ایشان میافزود در چنین صورتی مهمترین مسئله در سال 2016 ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای خواهد بود در گوشه دیگر ماجرا خانم سارا پیلین هم که به عنوان نامزد معاونت جان مکین در انتخابات ریاست جمهوری هشت سال پیش حاضر شده بود در این تجمع سخنرانی کرد او گفت نباید به تروریزم پاداش داد باید آن را کشت And I'm melting. I've always said, though, sweat is my sanity. So, as I sweat, let's bring some sanity to this discussion about this insane treaty that's in front of Congress. Thank you for being here and raising a voice of sanity, for gathering to uphold the promise that was made, that promise never again. And thank you for gathering. because still و اما جدای هشدارهای تند و تیز کمپ جمهوری خواهان آمریکایی در اردوگاه دموکرات ها نیز هیلاری کلینتون این بار تهدید نظامی رو روی میز تصمیم ارائه کرد. هیلاری کلینتون نامزده در اون حزبی دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری دیروز چهارشنبه شنبه همه شهری ماه ایرانی در هشداری به جمهوری اسلامی گفت با عنوان رئیس جمهوری برای جلوگیری از دستیابی ایران به صلاح هستهای در استفاده از اقدام نظامی نیز تردید نخواهم کرد. Um, Will remain uh, private in July as more voters questioned her trustworthiness. I can only tell you, Brianna, that this has been a theme that has been used against me and my husband for many, many years. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس خانم کرینتون ضمن اشاره به اینکه شخصا در مذاکرات طولانی مربوط به توافق هسته ای با ایران شرکت داشته این توافق را به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده برای خاور میان سطو وی با وجود این تاکید کرد که این توافق اقدامی در راستای عادیسازی مناسبت با ایران نیست وزیر امور خارجه سابق آمریکا در بخش دیگری از سخنانش اشاره می کرد که اگر به ریاست جمهوری برسم این تلاش ایران به جایی نخواهد رسید من با هر گونه تخلف ایران از توافق و تعهداتش به شدت برخورد خواهم کرد ادامه مروری کوتاه بر خبرهای کوتاه با چند خبر برگزیده از منطقه زمزمه های حضور نظامی روسیه در سوریه منجر به اجماع جهانی در هشدار دادن به روسیه گردید از سوی ناتو و آمریکا ینس استلونتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که اگر مداخله روسیه تایید شود کمکی به حل مناقشه داخلی این کشور نخواهد کرد همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا نگرانیش در این زمینه را در تماسی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به او منتقل کرد روسیه که از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است میگوید فقط کارشناسان نظامی به سوریه فرستاده است مقام های آمریکایی که از آنها نام نیز برده نشد به خبرگزاری رویترز گفتند که مسکو در یکی دو روز گذشته هواپیماهای اضافه و دو کشتی قابل ورود به خشکی را به پایگاه دریایی روسی سوریه در شهر ساحلی تارتوس سوریه فرستاده است آنها میگویند که شماره کوچکی از تفنگداران دریایی روس آنجا مستقر شدند اما سخنگوی وزارت خارجه کشور روسیه دیروز چهارشنبه گفت که این تازگی ندارد و استدلال کرد که مسکو مدت هاست که به طور آشکار برای سوریه سلاح و متخصص نظامی میفرستد از سوریه گذاری خواهیم داشت بر ترکیه که برای چندمین شب متوالی جوانان افراطی حزب مصوم به مهپه یا حزب ملی گرایان یعنی این کشور به خیابان ها می ریزند و نسبت به حقانیت نژادی خیش در برابر سایر باشندگان از جمله کردها شعار سر می دهند در این میان صلاح الدین دمرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق ها حزب عدالت و توسعه یعنی همین حزب حاکم اردوغان رو متهم کرد که حملات ملی گرایانه را هدایت و کشور را به جنگ داخلی نزدیک می کند. ایشان گفت که هنوز کسی کشته نشد اما با کارزاری از اعدام خودسرانه روبرو هستیم. منتقدان دولت، حزب حاکم ادارت و توسعه و رجب طیب رئیس جمهوری ترکیه را متهم می کنند که هدفشان از تجدید خشونت ها با پکاکا مهار حمایت از حزب دموکراتیک خلق هاست. سهم 14 درصدی این حزب از آرا در انتخابات ماه جوان باعث شد حزب حاکم عدالت و توسعه از کسب اکثریت پارلمانی نیز باز بماند دولت این اتهامات را البته رد می کند آقای دمیرتاش شک دارد که با وجود برقراری بیش از 100 منطقه نظامی موقت در ترکیه که عمدتا در مناطق کردنشین شرقی واقع شده انتخابات برگزار شود ایشان گفته در دو روز گذشته حدود 400 حمله به مراکز حزب او صورت گرفته است البته در واکنش به این حملات احمد داود اغلو در توییتر شخصی خود این حملات را محکوم کرد و نوشت پذیرفتنی نیست که به رسانه ها ساختمان های احزاب سیاسی و املاک شهروندان غیر نظامی ما حمله شود در مقابل دمیرتاش نخست وزیر رئیس جمهوری ترکیه را متهم می کند که آنها تصمیم گیرنده برای شروع جنگ و تشدید آن هستند حزب دموکراتیک خلقها همچنان این اتهام را که شاخه سیاسی پکاکا است را رد می کند همینک و در بخش میانی برنامه جستاری خواهیم داشت بر اهم مطالب منتشر در روزنامه های امروز پنجشنبه 19 شهری بر ما که در صدر مطلب اشاره کردم اظهارات آیتالله علی خامنه ای در دفاع از حقانیت نظارت استثوابی شورای نگهبان انتقاد تند و سریح به تیم دولت روحانی و دیگر گزندگویی های این فقیه مطلب نخواسته بیشتر روزنامه ها بود خاص روزنامه های نزدیک به نهاد رهبری خانش های خاص خود به این موضوع رو داشتند. از جمله روزنامه رادیکال و نزدیک به گروه معتلف ای ها و جناه بازار روزنامه رسالت تمام نیم صفحه اصلی را با خامنه ای بست و نوشت که نظارت استثوابی شورای نگهبان بخشی از همان حق و ناس است یا سیاست روز تهدید تند خامنه علیه کشور اسرائیل را تیت برگزید همان گونه که مطلع هستید رهبری ایران سریحا از محو اسرائیل گفت و می رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید که این تهدید در این سطح آن هم از سوی بالاترین مسئول جمهوری اسلامی موجب موجی از واکنش های گردی تا جایی که شخص آقای بنیامین نتانیاهو گفت خامنه ای جای کوچکترین تردید و توهمی برای حامیان توافق نگذاشت نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از اظهارات دیروز علی خامنه ای گفت که خامنه ای جای کوچکترین توهمی برای حامیان توا... توافق اتمی باقی نمیگذارد او به روشنی آمریکا را شیطان بزرگ میخواند و از قصد ایران برای نابودی اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو با رد حرف های رهبر ایران گفت البته که اسرائیل نابود نخواهد شد ایشان اشاره کرد اسرائیل کشوری قوی است و قویتر هم خواهد شد اما نتیجه که می شود از حرف های رهبر خودکامه ایران گرفت این است که همه کشورهای مسئول باید برای توقف تجاوز و ترور ایران که متاسفانه به واسطه توافق تشدید می شود همکاری کنند بر اساس گزارش های روزنامه های تهران آیت الله خامنه ای هجده همه شهری بر ما با اشاره به توافق اتمی ایران و قدرت های جهان گفت برخی سحیونیست ها گفتند با توجه به نتایج مذاکرات هسته ای 25 سال از دغدغه ایران آسوده شده ایم اما ما به آنها میگوییم شما 25 سال آینده را اصولا نخواهید دید و به فضل الهی چیزی به نام رژیم سحیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت که برخی از کارشناسان این مدل اظهارات تند و تیز و غیر دیپلماتیک رو به نحوی از آنها در راستای اعمال فشار علیه دولت روحانی نیز تلقی کرده اند ادامه میدهیم و ورق میزنیم با سایر موضوعات و مطالب از روزنامه های دیگر کندو کاف در چگونگی هزینه کرده دلارهای هنگفته به دست آمده در دولت احمدی نژاد هر روز لایههایی و سویههایی تازه میگیرد آفتاب یزد در گزارشی به این موضوع پرداخت روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به عنوان دلارهایی که بر رفت با شرح تکمیلی مصرف دلارهای نفتی در دولت احمدی نژاد نوشت در حالی که واردات برخی کالاهای غیر ضروری و مصرفی در دولت گذشته همواره محل مناقشه و تعمل بوده اما با انتشار آمار جدیدی از نوع کالاهای وارد شده به کشور این بار ماجرا وارد فاز جالب تری شده است به گزارش روزنامه آفتاب یزد برخی رسانه ها اخیرا آماری عجیب از واردات صورت گرفته در دولت پاک دست احمدی نژاد منتشر کرده که در نوع خود میتواند حاکی از ترین نوع واردات صورت گرفته در کشور باشد به با عنوان مثال در دولت گذشته 6 تن اولاق 202 دو تن ساپورت 420 تن دستمان گردن و 96 تن کلاه گیس وارد ایران شده است به نوشته این گزارش واردات بیرویه محصولات مصرفی و کم اهمیت این سوال را به ذهن می آورد که به چه دلیل در جایی که قاعد... قاعدتاً دلارهای حاصل از درآمدهای نفتی کشور باید صرف خرید مواد اولیه مهم و تکنولوژی های مورد نیاز شود واردات کالاهای فاقد توجیه اقتصادی جایگزین آن می شود کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با برگزیده ی از آخرین مطالب منتشره در روزنامه های امروز پنجشنبه. روزنامه ابتکار مطلب اصلی شماره امروز را با عنوان محو حاله احمدی نژاد بست و با تحلیل از چگونگی فعل و انفعال این دولت مردان پیشین به نتایج جالب توجه می رسید. روزنامه ابتکار در گزارشی از حرکت نزدیکان دولت قبل به سمت انتخابات خبر داد. بنابر گزارش این روزنامه احمدی نژاد و یارانش در کوتاه مدت برای انتخابات مجلس دهم ده و در بلند مدت برای بازگشتش به پاستور در انتخابات 96 برنامه ریزی می کنند. برنامه که سعی می کنند با چرا خاموش انجام شود. در ادامه این گزارش می که گمانه ها حاکی از آن است که شخص احمدی نژاد در انتخابات مجلس حضور نخواهد یافت و تنها لیستی از یارانش را حمایت خواهد کرد و خودش برای کسب منصب ریاست جمهوری تلاش می کند. بر اساس گزارش منتشره در روزنامه تحولهای ابتکار شاید در ماهای باقی مانده تا انتخابات حرکات مبهم تیم احمدی نژاد روشنتر شود به ویژه آنکه خبر میرسد که در جلسه اخیر کمیته یا رسانه یا رئیس جمهوری پیشین تصمیم گرفته شده که با مسئولیت غلام حسین الهام روزنامه و با مسئولیت علی اکبر جوان فکر سایت خبری راهاندازی شود ورق میزنیم و ادامه میدهیم و مرور میکنیم با موضوعات برگزیده از دیگر روزنامه های منتشره در کشور سالگرد درگذشته آیت الله طالقانی از رهبران انقلاب اسلامی ایران موضوع بسیاری از روزنامه های عمدتا طیف تحول خواهان بود گویا سی و ششمین سالگرد درگذشته این فقیه است. در این میان روزنامه شرق، روزنامه میان رو و نزدیک به طیف تحول خواهان ایران در مطلب اصلی شماره امروز به عنوان تلایدار مقاومت و آزادی با دختر این فقیه زود در گذشته یا آغاز انقلاب نیز به گفتگو نشست. دو تن از خبرنگاران روزنامه شرق، مازیار خسروی و مسعود کازمی در مقدمه گفتگویشان با اعظم طالقانی می نوشتن که طالقانی از رهبران انقلاب سال 57 ایران و رئیس شورای انقلاب بود یک روحانی شیعه که شاگردان و طرفدارانش او را خیلی دوست داشتند همراهان سیاسیش به او ابوذر زمان می گفتند همینطور در کارنامه سیاسیش به نکات جالبی اشاره کردند که طالقانی از فعالان نهزت ملی شدن نفت و نهزت مقاومت ملی از بنیانگذاران جبهه ملی دوم و نهزت آزادی ایران عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب بود و بیشتر از هر چیز بنابر گزارش روزنامه شرق آیت الله طالقانی یک روحانی مردمی بود از تبار انسانهایی که همواره جایشان در ایران خالی است و اما حضور پررنگ انتخاباتی سید حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی برای انتخابات خبرگان رهبری ایران هر روز رنگ و بوی تازه تر می گیرد. در این میان روزنامه آرمان با درجه تصاویری همدلانه و همسو از این دو شخصیت جمهوری اسلامی از آنان به عنوان دو نگین انگشتر اعتدال یاد می کرد. در آرمان موضوع جالب دیگری به چشم می خود. با این عنوان که از کوخاری به رودخاری رسیده ایم در واقع پرده های تازه از معضل زمین خاری رو میکرد. در جمهوری اسلامی موجه فزاینده فسادهای های سازمان یافته مالی چندی است که با عبارات بسیار عجیب و کمتر شنیده شده در ادبیات سیاسی رسانه‌ای حتی جهان این واژه ها منتشر می شود که مثلا زمین خاری، جنگل خاری و کوه خاری نمونه های از آن است که جزیره خاری و رودخاری نیز بر آن افزوده شد. و با این مطلب از روزنامه آرمان وقت برنامه امشب منیز نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که با تازه ترین و آخرین خبرهای دریافتی همکارانم در گوشه کنار جهان به سمع نظر شما خواهد رسید این جانب از محضر یکایک که شما خداحافظی میکنم تا آنگاه شامگاه خوش بدرود